آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان. این سال با حضور 1 میلیون دانش آموز جدید که 43% آنان دختران هستند آغاز شد. همچنان قرار است که امسال 600 تن دیگر در برنامه های سواد آموزی جذب گردند و 414 مکتب جدید نیز در افغانستان ساخته شوند. وزیر معارف میگوید که با وجود پیشرفت ها هنوز هم معارف افغانستان با چالش های زیادی روبروست. عمده ترین آنها عدم دسترسی تعداد از کودکان ما به مکتب، کمبود تعمیر برای 48% از مراکز تعلیمی، کمبود فیصدی شاگردان و معلمان از طبقه اوناس، مسدود بودن شماری از مکاتب به سبب ناامنی ها می باشد. اما مواردی که وزیر معارف به آنها اشاره کرد تنها بخش کوچک از چالش های نظام معارف افغانستان هستند. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که چالش اصلی رقم بزرگ بیسوادان است که به منبع تمام مشکلات مبدل شدند. آمارها نشان میدهند که 64% افراد بالای 15 سال در افغانستان بیسواد هستند. امروز اگر در جنگ و ناامنی به سر میبریم، اگر بیکاری و فقر در کشور ما حاکم است، اگر منازعات قومی، زبانی و سمتی ما را به جزیره های جدا از هم تبدیل کرده است، اگر فرزندان ما گاهی در دامن افراطیت و تروریسم میفتند و اگر فساد و تباهی در کشور وجود دارد، همگی ناشی از جهل است که دامنگیر ماست. بنابراین بزرگترین اولویت و بزرگترین مسئولیت ما این است که با این دشمن خاموش اما تباه کننده مبارزه جدی و بی‌امان داشته باشیم. وزارت معارف میگوید که 1000 مکتب در سرتاسر افغانستان و عمدتاً در بخش‌های جنوب غرب و شمال شرق این کشور به علت جنگ و ناامنی‌ها مسدود ماندند که با این حساب 3 میلیون کودک از حق آموزش محروم شدند. اما نهاد حمایت از کودکان میگوید که 3.7 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز ماندند و آیندهشان با خطر روبروست. خطراتی که اونا را تهدید میکنه عبارت از استخدامشان در گروه های مسلح مخالف دولت، ازدواج های قبل از وقت یا زودنگام، قاچاقشان در بیرون از افغانستان و همچنان دیگر استفاده هایی که نقض حقوق بشر و حقوق طفل در دنیا و در افغانستان است میتونه باشه. با این حال حکومت افغانستان میگوید که پس از این ساختمان‌های مکاتب دولتی توسط وزارت شهرسازی ساخته می‌شوند و کتاب‌های مورد نیاز دانش آموزان نیز در داخل کشور چاپ خواهند شد. وزارت معارف در نظر دارد که با افزایش شمار دانش آموزان سطح بیسوادی را تا سال 2020 میلادی از 64% به 40% کاهش بدهد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.